برم هست سلاس میزون مشی سلام 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 امیدوارم کارتون خوب باشه. میزون مشی درجه یک کنکوره گل 1401 خیلی خوش اومدیم به کلاسینو، خیلی خوش اومدیم به کلاس ما. امیدوارم که اتفاقات خیلی خوبی براتون بیفته. امروز جلسه صفرمونه، ما شروع رسمی کلاس نکته و تستمون از هفته بعد که جلسه یکه میخوره، اما امروز کارهای بسیار مهمی با هم داریم، پس خواهشان سر کلاس حتما باشید، تا انتها باشید، پر انرژی مشتیم. من چند تا توضیح کوچیک بدم سریع برم سراغ درس دیگه خیلی وقتتونو نگیرم. آقا جزوه امروز چند برگه که روی پنل همین جلسه صفرتون قرار گرفته، پرینت میتونستید بگیرید، اگر نگرفتید هیچ ایرادی نداره. این از این. پس جزوه امروز اگه پرینت گرفتی بذار جلوت، اگر نه هیچ مشکلی نداره. نکته دوم، ازت خواهش میکنم، تمنا میکنم امروز خوب 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 گوش کن. امروز خوب به حرفای من گوش کن، ببین چی میگم، چی کار میکنم، بسیار بسیار تو ادامه راه کمکت میکنه. اوکی شد؟ امروز چی کار میخواد بکنی فکری؟ امروز من یه تیکایی از کتاب دهم بهت میگم، یه تیکایی از کتاب یازدهم میگم و یه تیکایی از کتاب دوازدهم بهت میگم. آیه داره، متن داره، مدل خوندن رو بهت یاد میدم. یعنی من همین شروع کنم به درس دادن، خود متوجه میشی که چی جوری باید معارفتو بخونی اگر میخوای درصد بالایی بزنی. فکر اینه که امروز میگی و دیگه تو نکته و تست نمیگی. چرا؟ میگم کامل ترش رو هم توی نکته و تست میگم. یعنی این چیزایی که امروز میگم و جزوه‌ای که قرار دادم کامل ترش تو دوره نکته و تست ما کار میشه، به صورت کامل با هم کار میکنه. اوکیه؟ آقا نگاه کن، من اول از همه افان جزوه خودم رو بنداز اینجور، جزوه نکته و تستو کاملشو. من یه بودجه بندی کلی کنکور رو به شما بگم، چجوری سوال میاد، چند تا تست میاد، چیا رو باید بخونید، چیا رو نمیخواد بخونید، اینا رو خوب با من باش گوش کن، به درد میخوره اصلا بفهمی آقا کنکور چیه، چی کار باید بکنی. ببین آقا کنکور سراسری 25 تا تست بهت میدن، 25 تا تست داری، خب 12 تا 13 تاش آیه مستقیمه، یعنی آیه میدن، آیه ازت میخوان، 12-13 تاش مجموع آیه ها با حدیث ها و شعرهای کتابت. شو چی؟ آیه، حدیث، شعر، این سه تا مجموعاً هول و هوش 17 تا تست رو شامل میشه. یعنی از 25 تا 17 تا تستت مال آیه و حدیث و شعر. اوکی ببین، برای کنکور معارف همه اینا که میگم باید بلد باشی، متن، آیه، شعر، حدیث، خطاب، مثال، تیتر، عدد، آقا همه اینا رو باید بلد باشی. آقا فکری عدد یعنی چی؟ مگه عدد سوال میاد تو کنکور؟ بله، عدد سه تا کتاب تو باید بلد باشی، تو کنکور سوال میاد. یاره امام زمان چند نفرن؟ 313 نفر. اعداد رو باید بلد باشی، مثال ها رو باید بلد باشی، جمله که نمیشه به طور مثال، ماننده، جمله که بعد از این کلمات میان رو باید بلد باشی، از مثال ها تو کنکور سوال میدن. خطاب ها رو باید بلد باشی، خطاب به کیه، چیه. آقا تیتر، من تو تیتر کتاب برای سوال در میارم. اندیشه تحقیق ها رو باید بلد باشی، همه اینا سوال میاد. آقا کتاب دهم، یازدهم، دوازدهم، هر کتاب بچه ها بین 7 تا 9 تا تست داره. خوب گوش کن، هر کتاب بین 7 تا 9 تا تست داره. عرفاً اینجوری میاد 9 تا از دهم میدن، 9 تا 11، 7 تا 12. میتونه حالا 9 تا دهم رو بکنه 8 تا، یه دونه ازش کم کنه به 12 اضافه کنه بشه 8-9-8، ولی هر کتاب بین 7 تا 9 تا تست داره. بچه ریاضی تجربی هنر زبان دهم چند تا درس دارید؟ 12 تا، 11، 12 تا، 12، 10 تا، مجموعا میشه چند تا؟ 34 تا درس دارید تو کنکور. خوب گوش کنید، انسانی ها رو هم میرسیم.
34 تا درس داریم، 25 تا تست میدم. خب فکر یعنی چی؟ 34 تا درس 25 تا تست، یعنی همه درس ها تو کنکور سوال ندارن. اگر قرار بود همه درس ها سوال بدن میشد 34 تا تست هاجی. پس همه درس ها سوال ندارن، اما طراح واسه این که بتونه کل کتاب پوشش بده میاد تست ترکیبی بهت میده، میاد یه تست بهت میده دو قسمتی، قسمت اولش مثلا مال 2/10، قسمت دوم مال 5/12، یعنی با یه تست دو تا مبحث رو جمع میکنه. حالا 25 تا تست داریم، چقدر زمان داریم تو کنکور بابت این 25 تا؟ 17 دقیقه، یعنی هر تست کمتر از 40 ثانیه. صورت سوال انقدر آیه رو بخون، 4 تا گزینه رو بخون، پوشاتو به یارو بده، جوابو در بیار، گزینه رو پر بکن، همه 40 ثانیه. یعنی اگه صورت سوال خوندی بلد نبودی وقت اینو نداری دوباره بری از اول بخونی. اینی که میگم یکی از آیتم های مهمه ما برای کنکور سرعت عملته و سرعتتو ببری بالا. کارایی که میگم انجام بدی، با کلاس بیای جلو خدا وکیلی درستو بخونی، این 10 هفته که با هم کلاس داریم، من توقعم اینه شما 17 دقیقه رو تو 10 تا 12 دقیقه بزن، یعنی 5 دقیقه 6 دقیقه زمان سیف کنی برای ریدین کلاس تست زبان، درک مطلب عربی، قرابت معنایی ادبیات. کارایی که میگم انجام بدی، من توقعم اینه شما تو 10 تا 12 دقیقه بزن. از همه اینا هم که گفتم سوال میاد. بچه های ریاضی تجربی 34 تا درس دارن، بچه های انسانی میشن 45 تا. آقا اینایی که 11 تا اختلاف و اینا، اینقدر درس و 11 تا درس فرق داره؟ نه، یه درس مثلا تجربی برای شما شده تو 2 تا درس، یه درس ریاضی تجربی برای شما شده تو 2 تا درس. بله یه سری درس ها مثل 10/10 توکل شما دارید، اصلا بچه های تجربی ندارن. چی کار میکنید؟ بچه های انسانی با بچه های تجربی سر همین کلاس میشینید، کامل با هم کار میکنیم، یه جلسه جداگونه آخر سر برای شما میذارم، لکه گیری این قسمت هایی که شما دارید بقیه ندارن رو انجام میدیم. مثلا درس 1/11 شما 2 تا آیه اضافی دارید که بچه های تجربی ندارن، کل درس 2 تا آیه اضافی دارید. خب این 2 تا آیه چی میشه تک میبهش؟ من تو اون لکه گیریه میگم. درس 10/10 کلا ما داریم، اینا ندارن، اون لکه گیری درس دو کامل درس میده. گرفت که چی شد؟ این از این عشق منیه. آقا من یه نکته همین اول کاری بگم، هی نپرس. ما کلاسمون بارها تو پیج اینستام گفتم، الان باز میگم، کلاس من تدریس و تسته. بچه ها با احترام به همه اونایی که خوب خوندن تا الان، با احترام به اونایی که خیلی خوب خوندن، من اصلا برام مهم نیست شما تا الان چی خوندی. واقعیت بهت بگم برام مهم نیست تو الان چی خوندی و چی جوری خوندی. من از صفر 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 میگم، با این فرض که هیچ کس داره جل کتابش هم ندیده چه رنگیه. برام این نگران نباشید که آقا من خوندم یا نخوندم، چی کار کنم به درم میخوری یا نه، بیام چم میزنم. من نمیدونم چم میزنی که بابا، من چه میدونم چم میزنی؟ من اینو میدونم بنزه 100 به شما درس میدم، خوب بخونی بیای جلو میتونی 100 هم بزنی، چیز عجیب غریبی نیست. پس این از این نکته خیالتون راحت باشه که من از صفر صفر شروع میکنم به درس دادن. اما روزه رو میندازی؟ نه آره احتمالا دیگه. آفرین. راجب جزوه توضیح بدم بچه ها. این جزوه نکته و تستمون، اوکی نگاه کن، بعد میخوام برم شروع کنم درس دادن رو شروع کنم، با من باش. ببین شما جزوه رو که بگیرید، خیلی تو خوب فیزیکیش رو تهیه کردید، من کل جزوه رو با هم یه جا رو جلسه یکتون بر هفته بعد میذارم رو پنل، هر کی خواست خودش میتونه پرینت کنه. اگر نه خواستی فیزیکیشو تهیه کنی من الان میگم.
تو اون وقتی جزوه رو میگیری، این جزوه نسخه رنگی داره، سیاه‌سفید هم داره، ترجیحاً رنگی بگیرید بهتره. بچه ها بالای 11 رنگ تو جزوه کار شده، هر کدوم یه علامتی داره، نشونه‌ای داره، الان بهتون میگم. وقتی باز میکنیم مثلا جلسه اول، هفته بعد جلسه اولمون، نوشیم چی میخوایم درس بدیم؟ درس 1 و 4 دهم. 1 و 4 دهم. خب یعنی مشخصه میخوایم چیکار کنیم. میایم اینجا نگاه کن اینا. من جلسه اول میخوام علت معلول درس بدم، تکنیک های علت معلول، مثال باش حل میکنیم، قشنگ علت معلول رو یاد بگیرید. میریم درس اول دهم، درس اول هدف زندگی. میبینی متن کتاب رو توش داریم، اینجوری نموداری داریم، آیه داریم. ببین آیه ها باید که سبز رنگ مشخص شده، آیهش هست، کلید واژه ها قرمز شده، واسه میگم ترجیحاً رنگی بگیرید. کلید واژه مشخص قرمز، ترجمهش هست، پیام آیه آبی اینجا نوشته شده، نکات تکمیلی هر چی راجع به این باید بلد باشیم پایین هست. یه سری جا خالی داره که من باید بهتون بگم، یاد میگیرید، پر میکنیم، تستشو میزنیم. خوندی تستشو میزنیم، دوباره میایم ادامه درس، دوباره درسو داریم، اینت کرد درس دادم، تستشو میزنیم، دوباره درس داریم، تدبر آیه ها رو داریم. میبینی من تون تون میرم دیگه، واسه اینکه واضحه آیه ها رو درس میدم، تست میزنیم. ببین اینا تسته، مثلا تست شماره 5 با تجربه آیت قرآن، کسی که تنها زندگی زودگذر و فلان و این داستان. دوباره ادامه این درس، همینجوری میریم جلو. اوکی، این میشه جزوه نکته و تستم. حالا ببین منو نگاه کن. ما چه نکته و تست اسفند چه اردیبهشت، جزوه ها یکیه، هیچ فرقی نداره. خوب گوش کن چی بهت میگم. 10 هفته 2 ساعته با هم کلاس داریم. 10 هفته 2 ساعته. بچه های اسفند 1 شنبه 3 تا 5، بچه های اردیبهشت 3 شنبه 7:30 تا 9:30 شب. میشه 10 هفته 2 ساعته. اوکی، به علاوه 3 تا کارگاه داریم که تو این کارگاه ها تست زده میشه به علاوه تدریس. خواهشان دقت کنید، فقط تست نیست، یک قسمت های از درسنامه ها تو کارگاه، مثلا تو 12 حس فعلی فاعلی تو کارگاه درس داده میشه، بررسی درس 4-12 آیات حضرت یوسف تو کارگاه تدریس میشه. 3 تا کارگاه داریم، اونم تقریبا هر کدوم 5 ساعت هست. اوکی، ببین 10 هفته به علاوه 3 تا کارگاه، هم اسفند هم اردیبهشت، هیچ فرقی نمیکنه. انسانی ها به علاوه اینا یه دونه کلاس انسانی پلاس دارن. جزوهش هم که میگیری جزوه انسانی، تهش دوباره یه روجلی اومده وسط جزوه نوشیم انسانی پلاس، اونو میای اون کلاس که گفتم آخر میذاریم، لکه گیری ها رو این تو انجام میدیم، هم درسش رو میگیم هم تستش رو میزنیم. اوکی آقا منو نگاه کن. اینو چرا آوردم بیج؟ این جزوه نکته و تستمونه ها. مثلا اینجا رو نگاه کن، مثلا ما تو جزوهمون یه تیکه اینجوری داریم، TTNT نکات ترکیبی توحیداست. من تو 12 توحیدا رو درس دادم، تموم شده درس 2 3 12 تموم شده، حالا میایم تو 1 دهم ببینیم این چه توحیدیه، 3 دهم این چه توحیدیه. یعنی تمام توحیدا رو تو کتاب دهم با هم دوره میکنیم. اوکیه، ترکیبا رو میگم. یا اینجا مثلا جزوهمون اینجوری به صورت نموداری داریم، سنت الهی، درس 6-12، امتحان ابتلا، امداد عام، توفیق الهی، نکاتش همش جلوش اومده، کلید واژه ها رنگی مشخص. ببین، یا مثلا احکام درس 8-12، حلال حرومی ها، یا که جدول براتون کردم، حکمش علتشی، آقا این حرومه، چرا؟ تقویت بیبندوباری و شهوت. میبینی اینا همه جدول شده، منظم شسته رفته، آماده صد زدن. مثلا اون کارگاه که گفتم، این کارگاه 12، کارگاه 12 پلاس، تستاشه. ببین فقط تست،
اینجا میریم جلو تستاشو میزنیم. گفتم کارگاه تست به علاوه تدریس دیگه، اینا همه تستاشه، این ادامه کارگاه. بیا دوباره کارگاه 12 پلاس درس نامه، ببین ادامش. پس ما درس هم داریم توی کارگاه هم. بچه ها اینجا رو نگاه کنید، اینم بیارم بهتون بگم بریم سراغ کارمون. امروز کلی کار داریم، این توضیحات رو میدم واسه اینکه میدونم خیلی سوال. آها آقا اینجا جزوه که داریم اینه، فکری ترکیبیه. جزوه فکری ترکیبیمون چیه بچه ها؟ ببینین توی جزوهمون من وقتی همه این رو درس به درس درس دادم، من درس به درس میرم جلو. خب وقتی درس دادم تموم که شد، اینجا رو ببین ترکیبات داریم. آقا زلالم بعیدا مال کیاست؟ فل آخرت خاسرین مال کیاست؟ خسران و مبین مال کیاست؟ لفی خسر مال کیاست؟ فیصلان و سعیرا مال کیاست؟ عذاب دردناک مال کیاست؟ پاداش عظیم مال کیاست؟ باغهای از بهشت، باغهای بهشتی. اینا رو هم که دونه دونه کار میکنیم، بعد تهش یه جام برات آوردم. درست شد؟ این مثلا یه سری ترکیباتمونه. راجع به مثلا میایم جلو تو همین جزوه فکری ترکیبی تفکر و تعقل. آقا هر چی راجع به تفکر و تعقل تو سطح کتاب دهم یازدهم دوازدهم اومده یه جا برات آوردم. هر چی راجع به نماز تو سطح کتاب اومده یه جا برات آوردم. هر چی راجع به روزه و تقوا تو سطح کتاب اومده یه جا آوردم. ایمان با تقوا چی نتیجه میده؟ ایمان با عمل صالح چی نتیجه میده؟ ایمان با عمل صالح و توبه چه نتیجه میده؟ همه اینا تو جزوه فکری ترکیبی. میخوان تست ترکیبی بدن؟ بدن. تو وقتی همشو یه جا داری دیگه هر تستی بدن تو رو هوا میزنی. درست شد؟ این از این، این شد جزء فکر. اما طرح درسمون پشت جلد جزوتونم طرح درس کلاسمون مشخص. جلسه اول کی میخوام درس بدم؟ یعنی هفته بعد بچه های اسفند اردیبهشت جلسه اول 1 و 4 دهم به علاوه علت معلوم. در جلسه دوم دوسته رو درس میدم. آزمون قبل کلاس چیه؟ 1 و 4 دهم. هر هفته آزمون دارید، آزمون اجباریه، بعد آزمون بدی بیه سر کلاس. جلسه سوم 5 تا 8 دهم. قبلش چیه؟ 1 تا 4 هر چی خوندی. جلسه چهارم 9 تا 12 دهم. قبلش چیه؟ 1 تا 8 دهم هر چی خوندی آزمون میگیرم. اینجا یه کارگاه دهم پلاس داریم. وقتی دهم تموم شه دوباره همینجوری. این طرح درسمونه که روی پنل امروزتون میذاریم. طرح درس امروز بعد از کلاس رو پنلتون قرار میگیره. میتونین طرح درسم پرینت داشته باشین اگر میخواین. اگرم جزوه رو میگیرید که جزوه پشت جلش این طرح درسمون هست. 508 تا تست بچه های تجربی ریاضی هنر زبان سر کلاس با هم میزنیم. چند تا؟ 508 تا. بچه ها این 508 تا تستایی که سر کلاس با هم میزنیم به غیر از آزموناتون. آزموناتون آقا جان، آزمون ها هر هفته آزمون دارید، یه آزمون 25 تایی عین کنکور. یعنی انسانی ها 508 تا سر کلاس به علاوه آزمونایی که میدن 733 تا تست با هم سر کلاس نکته تست میزنیم. عدد فضایی ها عجیب غریب بالاها. 733 تا بچه ریاضی تجربی هنر زبان. بچه های انسانی سر کلاس با هم 534 تا میزنیم. 534 تا تجربه 508 تا بودن، انسانی ها بیشتر هم میشه 534. با آزمونایی که میدن میشه 759 تا. یعنی 759 تا هم تستای بچه های انسانیه. آقا فکر این همه گفتی جزوه را کجا بگیریم؟ بفهم جزوه را بگم و برم سراغ کارمون. جزوه میخوای بگیریم سایت digitalalavi.com. این برای جزوه. ترجیحنم رنگی بگیرید بهتره، چون تو جزوه مثلا یه آیه قرابت داره با یه چیز دیگه، اون صورتی شده، کلید واژه قرمز شده، آیه ثبت شده، مثلا یه جا زرشکی به کار بردیم، اینا هر کدوم به وقت گذاشته شده به یه دلیلی انجام شده. ولی اگه سیاه سفیدم بگیرید اوکیه، حله.
آقا این جزوه رو گفتم، طرح درس رو گفتم، گفتم از صفر صفر درس میدم، درس به درس میریم جلو. جزوه فکری ترکیبی هم که رونمایی کردیم به نشون دادم، گفتم هر هفته آزمون داریم، 10 هفته به علاوه 3 تا کارگاه با هم داریم، گفتم تو کارگاه هم تست داریم هم تدریس داریم. حله. من میخوام دیگه امروز کلاس رو شروع کنم، جلسه صفر نکته تست 1401 با یه بسم الله قوی و محکم که ایشالله اتفاقای خفن و خوبی واسه هممون بیفته. و آرزو میکنم هر کی تو این کلاس نشسته، فارغ از این که کلاس ما میاد یا نمیاد، ایشالله هر رشته ای هر دانشگاهی که دوست داره قبول شه. ارفی یه چت بده من یه سلام علیک با بچه ها بکنم ببینم چه خبره. آقا یه آمدکم محکم و سریع با هم بریم که من ببینم شما در قید حیات هستید یا نه، یه علامه حیاتی نشون بدید و شروع کنیم انشاءالله پرقدرت بریم جلسه صفرمون رو ببینیم که چیکار باید بکنیم. سلام، به به، سلام سلام، ماشاءالله ماشاءالله جمعتون خیلی زیاده، ما اینجا سرورامو زیادن نمیتونم دیگه دونه دونه ببینم، عذرخواهی میکنم. دمتون گرم، دمتون گرم، خاکم خاکم، مرسی از محبتتون، انقدر باحال با معرفت مشتی درجه 1 هنوز کلاس شروع نشده، دمتون گرم. باریکلا باریکلا، امروز کلاسی داریم که من بهتون قول میدم با معارفتون آشتی میکنید، یعنی اگر کسی تو الان نخونده به هر دلیلی حال نمیکرده، من یک کاری میکنم تو نکته اوتست که شما وقتی خونه بیکار میشی میخوای درس رو شروع کنی نمیدونی با چه شروع کنی، اولین درس که میری سراغش دینی باشه. حالا ببین من این کارو میکنم یا نمیکنم. دمتونم گرم، خیلی چاکرم. حاجی ارفی چتو ببن، میخوام برم سراغ درس مشتی ببینیم چه خبره. غلامم آقا، غلامتونم. بچه‌ها خوب گوش کنید، خوب گوش کنید. خیلی هاتون راجع به هدفمندی جهان شنیدید، تست دیدید، هی راجع به هدفمندی حرف زدید، ولی لامصب همه گزینه‌ها شبیه همه، یعنی هر این چارتا نگاه میکنه انگار همش جواب لاکر رو. راجع به هدفمندی جهان میخوام امروز صحبت کنم. یکی از مهمترین آیه های کنکورت هم بهت بگم. بچه ها وقتی میگیم جهان هدفمنده، من میگم جهان هدفمنده. یعنی چی؟ یعنی اول شما باید اینو یاد بگیری که خدا، بچه ها، خدا هیچ چیزی رو عبث، بیهوده، باطل، الکی خلق نکرده. اونو بکنی جدن، عبث، بیهوده، باطل، الکی خلق نکرده، یه هدفی داشته از خلقتش. بچه ها خدا هر چی که تو آسمون و زمینه، همه مخلوقات، نمیگم فقط انسان، میگم همه مخلوقات رو هدفمند آفریده. تو قرآن همه مخلوقات با لفظ آسمون و زمین و هرچی که بینشونه میاد، سماوات و الارض، خدا میخواد بگه هر چیزی، میگه آسمون و زمین و هر چیزی که لابلاشه اون بینشه. وقتی یه آیه بهت میگه آسمون و زمین و هر چی که بینشه، یعنی همه مخلوقات، یعنی تک تک موجودات، پس فقط انسان رو نمیگه. خدا هر چیزی رو که خلق کرده، بچه ها، عبث، بیهوده، باطل، الکی خلق نمیکنه، هدفمند خلق میکنه. اسم دیگه هدفمند چیه؟ غایتمند. غایت یعنی همون هدف. هدفمند خلق میکنه، الکی همینجوری شرطی پرتی دیمی خلق نمیکنه، حالا ببینیم چی میشه، نداره که خدا. پس از پس خلقت تک تک موجودات یه هدفی وجود داره، یک غایتی وجود داره. اینکه خدا هر چیزی رو هدفمند خلق میکنه، الکی خلق نمیکنه، یعنی خدا حکیمه، اشاره به حکمت خدا داره. بچه امسا صفات خدا رو برای کنکور باید بلد باشی، چیا رو میزنی حکمت خدا، چیا رو میزنی عدل خدا، چیا رو میزنی مالکیت خدا، چیا رو میزنی قدرت خدا. اینکه خدا همه چیزو هدفمند آفریده یعنی چیه؟ خدا رو داره میگه حکیم بودن خدا. و حکیم به صورت کلی یعنی کسی که، ما به کی میگیم حکیم؟ کسی که کار عبث بوده باطل انجام نمیده،
کاراش هدفمنده، با فکر یه کاری رو انجام میده. خدا میگیم حکیمه، یعنی هیچ چیز رو الکی بیهوده باطل خلق نکرد. تست میخوای بزنی؟ تست هدفمندی میخوای بزنی؟ ببین چی بهت میگن بچه ها. من لابلای این درس دادنم که دارم درس، من یه سری حرف بهت میزنم، اینا رو خوب گوش کن. کنکور معارف اگه میخوای بزنی فقط صرف کلید واژه بلد بودن نمیتونی آیه بزنی، به مرگ خودم دارم قسم میخورم. فقط با کلید واژه نیست. من خودم کلید واژه، من خودم از کسایی بودم که سال 90 91 92 کلید واژه رو به صورت جدی باب کردم در کنکور. الانم کلید واژه میگم بهت، نه اینکه نگم، الان خودت میبینی، ولی دارم میگم فقط با کلید واژه نمیتونی تستتو بزنی. مفهوم اونو باید یاد بگیری، مفهومش رو باید یاد بگیری. الان آیه خوندم به داد میدم، با من باش، هیچ خودتو چی نکن. ببین هر آیه ای که هر آیه ای نوشتم، هر آیه ای که چی داره؟ هوسن، باطلن، لاعبین، حق. چرا چی؟ عبسن، باطلن، لاعبین، حق. تکرار کن آقا، باید با من تکرار کنی کلاس نکته تسلمیه، باید با من تکرار کنی، یاد بگیری تموشه بره. خونه نشستی، بیرونی، با موبایل، لپتاپی، تبلتی، من نمیدونم، خجالت داشت عربده بزن. عبسن، باطلن، لاعبین، حق. عبسن، باطلن، لاعبین، حق. عبسن، باطلن، لاعبین، حق. بگو عبسن، باطلن، لاعبین، حق. هر آیه که اینا رو داره یعنی چی؟ یعنی ما عبس، بیهوده، باطل خلق نکردیم. لاعبین، ارفی، لاعبین از چه کلمه میاد؟ لهو و لعب. لعب، لعب یعنی بازی. چه لهو و لعب شنیدی؟ لعب یعنی بازی. چه خدا میگه ما عبس، بیهوده، باطل، بازی چه خلق نکردیم. آقا چی خلق کردیم؟ به حق، به حق آفریدیم. اشاره به چی داره؟ هدفمندی جهان، یا تو پرانتز قایتمندی. اسم دیگه هدف قایته. من یک کاری که تو نکتوتس انجام میدم، بچه کار تو سال با ما بودم میدونم، یه کاری که تو نکتوتس انجام میدم، کلمات هم معنا رو بهتون میگم. تو کنکور صورت سوال یه جوری جمله رو ثقیل و سنگین می‌نویسه، تو میخونی نمیفهمی اصلا چی میخواد. من همون رو با زبون عادی عامیانه ازت بپرسم جواب میدی ها، چون میدونیش، ولی صورت سوال رو نمیفهمی چی میخواد. ادبیاتش سنگینه. من اینا رو به شما میگم، میگم به جای این اینو میگه، به جای این اینو میتونه بگه، اینجا به جای هدفمندی میتونه بگه غایتمندی. هر آیه که عبس، باطلن، حق، لاعبین داره، اشاره به هدفمندی، غایتمندی و حکمت الهی دارد. اشاره به کدوم صفت خدا داره؟ حکمت الهی. اون کلید واژش، عشق کلید واژه بیا عرفی. میگم هر آیه که عبس، باطلن، حق، لاعبین داره، اشاره به چی داره؟ حکمت الهی. درسته؟ میگم خلق السماوات والارض بالحق، اشاره به چی داره؟ حکمت الهی. گرفتی چو؟ حق داره. هر جا عبسن، باطلن، حق، لاعبین داره، میگه هدفمندی حکمت. بیا بریم اینجا. آخ آخ آخ، من چقدر این آیه رو دوست دارم. بسیار مهمه، آیه بسیار مهمیه، یکی از مهمترین آیه کنکورته. خوبه، خوب با من باش، گوش کن، میخوام بهتر کنیم اینو. رنده میکنیم تو نکته و تستا، سه تا کتاب دل و رودش رو میریزیم بیرون. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما. بیا بیا، آسمان و زمین و هر چی توشه، آسمان و زمین و آنچه بین آن هست، یعنی تک تک مخلوقات، یعنی همه خلقت، یعنی همه مخلوقات. آسمان و زمین و هر چی که این لابلاها بینشه، یعنی همه مخلوقات. خدا میگه ما خلقنا السماوات والارض و بینهما لاعبین. کلید واژه لاعبین. ما خلقناهما الا بالحق. کلید واژه دیگه بالحق. شو چی؟ یکی لاعبین، بالحق. لاعبین بله. ببین چی میگه. میگه آسمان و زمین و هر چی که بین اوناست بازیچه نیافریدیم. لاعبین لعب میاد. ببین من چی برای مینویسم؟ نفی بیهودگی و بازیچه بودن خلقت. خدا میگه ما خلقت و آفرینشمون بیهوده، بازیچه نبوده. چی آفریدیم؟ به حق. ما رو به حق آفریدیم. آقای مگه حق نداره؟ می نویسم هدفمندی جهان
قایتمندی جهان اشاره به چی داره؟ حکمت الهی. خوب گوش کنید، خوب با من باش. لاعبین، این خط میشه نفی بیهودگی جهان. اینجا میگه حق بودن جهان، حکمت الهی. کل آیه رو میتونی بگیری، هدفمندی جان، حکمت الهی. کل پکیج آیه با هم میشه هدفمندی جان، حکمت الهی. قبوله؟ گوش کن ببین چی میگم. یه نکته خفن به گوش کن. عرفی با من باش، عرفی با من باش، عرفی. اینجا میگه ما بینهما لاعبین. بازیچه بودن رو خوب گوش کن، بازیچه بودن رو داره از جهان خلقت میگیره. قبوله؟ بازیچه بودن رو میگیره. خط سوم بهش چی داره میده؟ عرفی به جهان، حق بودن رو میده. خط دوم بازیچه بودن رو میگیره، خط سوم حق بودن رو داره بهش میده. میگه بازیچه نیا، چیه؟ حقه. اینی که میگیره، اینی که میگیره بهش میگیم سلبی، ازش سلب میکنیم. ما از جهان داریم سلب میکنیم. عرفی چی رو سلب میکنیم؟ بازیچه بودن و لاعبین رو. داریم اینجا بهش چی رو میدیم؟ حق بودن رو. این میشه ایجابی، این میشه ایجابی. یه بار دیگه نفهمید، یه بار دیگه. سلب کردن یعنی گرفتن، معنی لغوی سلب کردن یعنی گرفتن. من اینجا میگم از جهان دارم لاعبین رو، بازیچه بودن رو میگیرم، سلب میکنم ازش، بهش چی میدم؟ بهش چی دارم میدم؟ حق بودن رو میدم. به این میگن ایجابی. بار این جمله مثبته، بار این جمله منفیه. قرارداد کنیم با خودمون، سلبیا یعنی منفی، ایجاب میکنم که این کار اتفاق بیفته. تو میخوای کنکور قبول شی، ایجاب میکنه درس بخونی. بارش مثبته، داری درس خوندن رو بهش میدی. اینجا حق بودن رو داری به جهان میدی، داری اضافه میکنی بهش. قبوله؟ پس اینو یاد بگیر. اونجا رو میگن سلبی، اونو میگن ایجابی. این سلبی، این ایجابی. خط دوم لاعبین شد نفی بیهودگی، یعنی بیهوده نیست. چیه؟ حقه. کلای هدفمندی، حکمت. حالا ببین بچه ها، یادتون نره گفتم آسمان و زمین و هرچی بینشه یعنی تمام مخلوقات، جهان آفرینش یعنی جهان آفرینش، جهان آفرینش یعنی این. تو کتابتون زیر این آیه اومده گفته هر موجودی، هر موجودی بر اساس برنامه حساب شده به این جهان گام نهاده و به سوی هدف حکیمانه در حرکت. خیلی خب، پس یعنی این جمله با این آیه بالا یه قرابت داره، یعنی این قرابت با آیه بالا. چرا؟ چون اشاره به چی داره؟ هدفمندی جهان و حکمت الهی. قبوله؟ خودش داره میگه، میگه هر موجودی تو این جهان بر اساس برنامه حساب شده اومده، این کلید واژه برنامه حساب شده اومده، به سوی هدف حکیمانه داره حرکت میکنه. یعنی الکی خلق نشده، بیهوده خلق نشده، میشه هدفمندی، حکمت الهی. حالا بچه ها، کل این میشه هدفمندی، کل این آیه بالایی هم میشه هدفمندی، جفتش هم حکمت الهی. قبوله؟ آره 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 قبوله. اگر تر را بیاد کثافت بازی در بیاره، بخواد تست رو سخت کنه، میاد این جمله رو صورت سوال میده. هر موجودی بر اساس برنامه حساب شده اومده، با کدوم گزینه قرابت داره؟ یکی از گزینه‌ها خط دومو میذاره ما بینهما لاعبین، یکی خط سومو میذاره ما خلقناهما الا بالحق. روانی میشی تو کنکورا، با کدوم قرابت داره؟ الان این جمله با کدوم قرابت داره؟ وقتی اینجوری میشه، دارم به یاد میدم چجوری تست بزنی. تو اول دنبال هدفمندی حکمتی، دنبال یعنی آیه‌ای میگردی که ابساً باطلاً حق لاعبین داره. نگاه میکنی دو تا گزینه اینا رو دارن، آقا یکی لاعبین داره یکی حق، الان چیکار کنم؟ وقتی اینجوری میشه میری تو فضای ایجابی سلبی، بعد ببینی این جمله اول ایجابی یا سلبی، بعد بگی با کدوم قرابت داره. الان این جمله ما مثبت یا منفی؟ مثبت یعنی ایجابی، منفی یعنی سلبی.
اگه میگی مثبته یعنی با این خط سوم آیه قرابت داره، اگه میگی منفیه با خط دوم قرابت داره. چطور به درد ببینم چند میزنم؟ بگو مثبت یا منفی، فقط یه به علاوه منها نشون بده به من، یه به علاوه منها بنویس من ببینم. خیلی گرمه. بودو بودو باریک الله، بودو وحشی مطل کومن اصل ندارم باریک الله، باریک الله، باریکلا باریکلا. نه خوشم اومد افی، خوشم اومد افی، خیلی خوشم داره میاد افی. چقدر زیادن اینا چرا اینجوری میکنن باریکلا آقا؟ این جمله ما ایجابیه، مثبت با کدوم قرابت داره؟ خط سوم، ما خلقناهما الا بالحق. باریکلا چطور بسی؟ باریکلا نبه گرفتی چی شو؟ پس سستدن رو به یاد دادم. وقتی همچین جمله میده اول ما دنبال کلید واژه های اینامون میگردیم، ابسا باطلا حق لای بید. دوتا ببرو ایجابی سلبیش ببین کدومه. ایجابی سلبی هم یعنی یاد گرفتی ها. هفته بعد جلسه اول نکته دست با هم درس یک بگم چهار بگم یک، همین اول همین رو درس میدم دوباره. تست رو ببین، تست رو ببین بچه ها. این تجربی 92ه. اگه گفته بشه عباس آفرینی از پیدا جهان به دوره، آیش کدومه؟ نگاه کن، من چیزی نمیگم، بعد چت میدم گزینه بنویس. من چت میدم گزینه بنویس. الان من هیچی نمیگم. اینو برو ارپی. تست تجربی 92. اوکیه؟ تو بحث هدفمندی جان حکمت الهی خب اینم گزینه چند میزنی؟ الفی یه چت بده، الفی چت بده اینم گزینه چند میزنی؟ عباس آفرینی از جهان به دور است، گزینه چند میزنی؟ بودو کلا باری کلا بابا باری کلا. آها اینه، این اینجوری میخوام ها، کلاس دانش آموز اینجوری میخوام. وحشی آماده گزینه زدن ها. باری که ببین عباس آفرینی به دوره، دنبال اول گفتم چی میگی؟ عباسا باطلا حق لاعبین، بیا پیدا کن. فکر اینجا بالحق داره، اینجا لاعبین داره، چیکار کنم؟ یک بزنم یا سه؟ میری تو فضای ایجابی سلبی، ایجابی سلبی اول این جمله تشخیص بده کدومه. میگی منفیه، این داره سلب میکنه، از جهان میگیره. چیو عباس بودن سلبی کدومه؟ لاعبین گزینه سه. بابا باریکل باریکل چطو ببن تست بعدی رو ببین. اون تست سخت کنکور بوده ها. اینجا رو ببین زبان 91. حالا میگه هدف داری نظام آفرینش از دقیق در کدوم هست؟ دوباره هدف گفتم، میگه هدف عباسا باطلا حق لاعبین پیدا کن، کدوم رو داره؟ بیا تمام شد دیگه. این ازت ایجابی سلبی، ایجابی سلبی نمیخواد. حالا اگه میخواد سخت کنه به جای مثلا یکی این گزینه ها لاعبین رو میذاش، دوباره شما میزدی این، چون ایجابی حله. همه فهمیدن آقا؟ این قسمت یه آیه خوندن به دیاد بدم، همین اول بسم الله آیه خوندن، آیه اینجوری باید بخونی، باید رنده کنی. خط دوم اشاره به چی داره؟ خط سوم اشاره به چی داره؟ ایجابی سلبی چیه؟ قرابتش با چیه؟ تستشو چجوری میزنی؟ دیدی انا از یه آیه دو مدل تست دادم تو نکتو تست؟ از هر مپس که درس میدم 6-7 مدل تست میزنم، واسه همین ما تعداد تستمون تو نکتو تست بالاه. من اگه یه چیز رو درس میدم یه تست نمیذارم بگم بیا تستش هم زدیم، از زوایای مختلف اونو نگاه میکنیم تو تست های مختلف. اگر اینجوری تست دادن اینجوری ما پلن میزنیم میریم جلو، اگر اینجوری تست دادن ما این روش رو میریم. گرفتی چی شد؟ این یه تیکه آیه که گفتم بهت یاد بدم. حالا ببین منو، اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. آقا دمتون گرم ها، خیلی حال کردم. جمعیتتون که فضایه بماند مشتی مشارکت گزینه درست. کلاس رویایی که میگی ملکی نمیگی. بی اینجا حضرت علی، بچه افی، حضرت علی میگه حدیثی آیه یک سال امسال به درس دادم چیه؟ حدیثه به قرآن. بچه ها خیلی ها نمیدونن حدیث اونه که پیامبر امام ها میگن، آیه اونه که تو قرآن اومده.
حدیث اونه که پیامبر امام‌ها میگن، آیه اونه که تو قرآن اومده. بعدا میریم جورتر یه مبحث به درس میدم، از این مبحث یه حدیث داریم یه آیه. چشاتو باید باز کنی ببینی سوال حدیثه رو میخواد یا آیه رو میخواد. حدیث اونه که پیامبر امام‌ها میگن، آیه اونه که تو قرآن اومده. حالا عرفی وقتی میگه حضرت علی میگه، این حدیث میشه حدیث علوی. پیامبر میگه میشه حدیث نبوی. امام رضا میگه میشه حدیث بولنگو. الان جواب میداد رضوی. توی یه وطن دارم میرم دیگه، ماشاءالله عربیتم قوی، آفرین. امام رضا میگه میشه رضوی، پیامبر نبوی، حضرت علی علوی. حضرت علی میگه پس حدیثه. خب ببین چی میگه امام علی. میگه این مردم، خوب گوش کن، راجع به همین هدفمندی ما، ای مردم هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود وا نگذاشته اند. این فونتش بزرگ شد، خوشم نیم. او را به خود وا نگذاشته اند تا به کارهای لغو و بیارزش بپردازد. تو را قرآن با من باشه. کی میگه عرفی؟ حضرت علی میگه آی مردم هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خودش سرگرم کارهای لغو کنه. اونا به خودش ول نکردن، واگذار نکردن که بره دنبال کارهای لغو و بی ارزش. خیلی خوب، اولین نکته روانیت میکنه تو کنکور. میگه هیچ کس از نظر حضرت علی بیهوده آفریده نشده که چی؟ که چی؟ گزینه میذاره سرگرم کارهای لغو بشه، سرگرم کارهای لغو بشه. عرفی روانی میشه با هم فرق میکنن. بیهوده میشه لحو، سرگرم کارهای لحو بشه، به خود وا نگذاشتن تا به کارهای لغو و بیارزش. به خود وا نگذاشتن میشه لغو و بیارزش، بیهوده میشه لحو. کلمه به کلمه به درس میدم، باید با من کلمه به کلمه بیه جلو. میتونی بسم الله، نمیتونی نه، یا تو مخه هم نریم نوکرتم. بیهوده میشه لغو، به خود با نگذاشتم میشه لغو و بیارزش. فکری امام علی میگه هیچ کس بیهوده آفریده نشده به کار لغو بپردازه، به خودش ولش نکردن که به کار لغو بپردازه، اصلا یعنی چی؟ اشاره به چی داره؟ و اون مشخصه دیگه. پیام هدفمندی آفرینش انسان داره میگه انسان هدفمند آفریده شده، آفریده نشده که بره دنبال کار لغو و لغو و بیارزش. چه هدفمندی؟ اوکیه. حالا ظرف زمان این حدیث چیه؟ ظرف زمان یعنی چی؟ بچه ها مخصوصا تو دهم بعد آیت برزخ قیامت بهتون درس میدم، مثلا سه تا آیه میذاره میگه ظرف زمان اینا کجاست، بعد میگه برزخ یا جهنم، برزخ یا قیامت، بهشت یا جهنم. میگه جهنم برزخی، بهشت اخروی، بهشت برزخی، بهشت برزخی، جهنم برزخی، جهنم اخروی. ظرف زمان یعنی این حدیث، این آیه چه زمانی اومده، یا این حدیث، این آیه در باب چه چیزی اومده، چه اتفاقی افتاده که این نازل شده آیه، چه اتفاقی افتاده که فلان مثلا امام یه همچین حرفی رو زده. به این میگن ظرف زمان. سوال میگه ظرف زمان حدیث علوی که میفرماید ای مردم هیچ کس بیهوده آفرین نشده تا خود سرگرم کار لحف کند، سه نقطه کجاست؟ آغاز خطبات، پایان خطبات، خطبه یعنی آغاز موعظه، پایان موعظه. روانی میشی تو کنکور. ببین میگه امام علی وقتی میخواست کسی رو موعظه کنه، نصیحت کنه، پند بده، اندرز بده، معمولا سخنش با این عبارت آغاز میکرد. پس ظرف زمانی حدیث رو من چی مینویسم؟ آغاز موعظه، آغاز نصیحت کردن. میخواست کی رو نصیحت کنه؟ اول اینو میگفت بعد نصیحت میکرد. گزینه میذاره آغاز خطبات نماز، پایان خطبات، آغاز پند، پایان پند. به جای موعظه میده پند. باید بلد باشی. یا امام علی میخواست موعظه کنه یه نفر را، اول این جمله رو میگفت. پس ظرف زمان پرسید، میگه آغاز موعظه، پیامش هدفمندی آفرینش، بیهوده مال لغوه، به خود وا نگذاشتن مال لغوه. آقا یه ترکیبی هم داریم، این حدیث امام علی قرابت داره با حدیث امام
سجاد صفحه 13 کتاب 11 همتونه اشاره به چی داره؟ هدف از نیازهای بنیادین انسان، نیازهای برتر انسان. توی 11 هم نیازهای برتر، نیازهای بنیادین با هم میخونیم. چیان؟ هدف، آینده، راه درست زندگی. درک هدف زندگی، درک درست از آینده، کشف راه درست زندگی. این حدیث امام علی قرابت داره با حدیث امام سجاد. تو خدای ایام زندگانی مرا با آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای. ایام زندگانی مرا با آن چیزی اختصاص بده که برای آن آفریده ای، یعنی همون هدف زندگی. پس اینم میشه هدفمندی آفرینش با هم قرابت. ببین همه اینا که گفتم راجع به هدفمندی بود. یه نگاه کنیم بعد بریم ادامهش. یه کلید واژه‌ای بهتون گفتم تستا رو چجوری بزنیم. یه آیه خفن خوندیم، ایجابی سلبی خوندیم، دو تا تست سراسری با هم زدیم اینجا. تست خفن، حدیث امام علی رو خوندیم، گفتم بیهوده مال لغوه، وا نگذاشتم مال لغوه، پیام میشه هدفمندی. ظرف زمان گفتم یعنی چی؟ ظرف زمان این حدیث چیه؟ آغاز موعظه و ترکیبیش، قرابتش با درس 1-11 صفحه 13 با حدیث امام حله. این راجع به هدفمندی. چون اورتوتس فکر دوباره اینو درس میدی؟ بله درس میدم، کامل ترم درس میدم. تستای خفن تر و سخت تر و بیشتری هم با هم میزنیم. این شد قسمت اول. حالا بعد میریم جلوتر ببینیم چه خبر. آقا تا اینجا همه فهمیدن؟ آقا تا اینجا کلاس چجوری بوده؟ میفهمی چی میگم؟ مونه میگفتیم امروز بیا، حتی اگه نمیخوای معارف ثبت نام کنی، گفتم بیا یاد بگیری چجوری اصلا بعد بخونی. های ارپی چت بده ببینم تو قید حیاتن، یه چت بده اون وحشیا حال کنم. به 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 خاکم به قرآن، خاکم، دمتون گرم، اینقدر باحالید. ارفین خیلی بالا، همون کلاس خوباست قشنگ امسال نکتم. اه به ببین چه خبره، حال اما خوب کردید خدا وکیلی. ببین اینا کی هن دیگه؟ غلام علم و ادبتونم به قرآن. خیلی خوب حاجی چطو ببن. چط دو طرفه هم میشه؟ الان نکن ها، نه حالا الان نه، حالا شاید آخرش گفتم چون خیلی میگن ببینن خودشون حال کنه. باشه، نه بچه خیلی خوبی هن. من دقیق دیدم خیلی بچه با حالی هن. حالا الان فعلا نه، حالا بعدم ببینیم. بیا اینجا آقا بریم مثلا تدبر صفحه 17 دهم. اینا مثلا مال درسیه که دوامتونه. من امروز میخوام یه تیکه گفتم دهم میگم 11م 12م حالت دموتوره بهت بگم چجوری باید بخونی، درس دادن منو ببینی، ببینی حال میکنی نمیکنی، من با شما حال میکنم یا نه، مثلا اینا. ببینیم مثلا چی جوریه. ببین مثلا شما تو درسیه که دوام تدبر داریم، اینا با هم فرق میکنن. شما تو ظاهر نگاه میکنی میگه خب همش یه چیز دیگه. ما تو درسیه که دوام میخونیم هدف اصلی داریم، هدف فرعی داریم، دنیا رو هدف قرار بدیم، فکری آخرت رو هدف قرار بدیم. چیکار کنیم؟ تکلیف ما چیه؟ آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را میطلبد، یعنی این یعنی چی کار داره میکنه؟ دنیا رو اصل قرار میده، اصل قرار دادن دنیا کار بدی داره میکنه دیگه. دیگه این توضیح نداره که آخرت رو باید اصل قرار بدیم دیگه. تو نکتوتس مفصل توضیح میگم، از صفر توضیح میدم، این که توضیح میگم نداره اونجا توضیح میدم، فکر نکنی. دنیا رو اصل قرار میده کار بدی داره میکنه دیگه. آقا آخرت رو باید اصل قرار بده. این نتیجه چیه؟ اونی که دنیا رو میطلبد میره دوزخ. ارفی دوزخ یعنی کجا؟ دوزخ یعنی کجا؟ تو رو قرآن میگو، نگو من LCD رو پخ میکنم تو صورت. دوزخ نمیدونی یعنی چی؟ کثافت دوزخ؟ جهنم چرا شک میکنی؟ با برزخ قاطی کردی ها؟ فکرت اینجا باشه. گفتم امروز باید کار دارم. دوزخ میرن، دوزخ یعنی جهنم با خاری و سرفکندگی. اخ 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 اینو کار دارن.
دنیا رو میخواد میره کجا؟ نتیجه سرانجامش دوزخ یعنی جهنم. با چه حالتی وارد میشه؟ خاری و سرفگندگی. نگی خاری و ذلت درسته؟ نه. پشیمانی و ذلت درسته؟ نه. این کلمه که اومده باید بلد بشه این اون کلمه رو ازت میخواد، خاری و سرفگندگی. حالا بعضی از مردم میگن خداوند به ما در دنیا نیکیت کن. آقا اینا هم دوباره دنیا رو میخوان، اینا هم دوباره دنیا رو از قرار میدن، اینا عاقبتشون چیه؟ بی بهره از آخرت. ای فکر اسکل کردی ما رو؟ جفتشون که دنیا رو میخوان، چرا یکی شد دوزخ یکی شد بی بهره از آخرت؟ فرق میکنه ها، تو گزینه فرق میکنه ها. چجوری تشخیص بدیم؟ بیا اینجا. آن کسی که زندگی زودگذر دنیا را میطلبد، اون که میگه نیکی عطا کن میطلبد، اون که زندگی دنیا رو میطلبد، خدا میگه آن مقدار از آن را که بخواهیم به هر کس که اراده کنیم. خدا میگه آقا دنیا رو میخواد، ما هر چقدر که بخوایم و به هر کسی که بخوایم بهش میدیم، بهش میدیم، ولی بعدا دهنش اذیت میشه، میره کجا؟ دوزخ، میره جهنم با خاری و سرفگندگی. اگه بگه در دنیا نیکی عطا کن، این میشه بی بهره از آخرت، نتیجه‌اش با هم فرق میکنه. اون میطلبده، این نیکی، این نیکی داره، نیکی عطا کن میشه بی بهره از آخرت. حالا وعده سریع الحساب بودن برای کیه؟ وعده سریع الحساب مال کیاس؟ آخرت را اصل و دنیا را فرع قرار میدهند. بفرما. اونایی که به خدا میگن خدایا به ما در دنیا نیکی عطا کن، در آخرت هم عطا کن دیگه، یعنی هم دنیا میخواد هم آخرت. پس دنیا چیز بدی نیست، اما این آدم آخرت رو اصل قرار میده، دنیا رو فرع. یه وقت جوری نشه دنیا رو اصل قرار بدی و پس دنیا، استفاده از نعمت‌های دنیایی نه تنها بد نیست، آقا لازمه زندگیه. اصلا بدون اینا نمیشه زندگی کرد. چی؟ اگه بشه زندگی کردن سخت میشه. من از این آیه میفهمم که پس دنیا چیز بدی نیست. اگر بد بود که خدا نمیگفت خدا واسه اینا سریع الحساب، سریع پاداششون رو میزنیم، به حسابشون واریز میکنیم. گرفتی چی شو؟ پس سریع الحساب میخوام بگم کنکور اینا باید بلد بشه. سریع الحساب مال کیه؟ میگی اینا. بی بهره از آخرت مال کیه؟ نیکی عطا کن. دوزخ خاری سرفکندگی مال کیه؟ دنیا میطلبه. گرفتی شد؟ اینا رو با هم میخونیم. مثلا نکات ترکیبی که باید با هم بلد باشیم. عذاب دردناک بچه ها دو جا داریم تو دهمتون. یکی مال درس هفته، یکی مال درس هشت دهم. عذاب دردناک یکی مال اونه که عهد پیمانش رو با خدا میشکنه، یکی اعمال اونو که کارهای زشت انجام میده و تا لحظه مرگ توبه نمی کنه. اونایی که کارهای زشت انجام میدن، کار بیناموسی، کار زشت انجام میدن، آقا نگی گناه، نگی خوردن مال یتیم، اینا فرق میکنه. کار زشت، کار بیپ، اینا. اونایی که کار زشت انجام میدن، هنگامی که مرگشون میرسه به خدا میگن خدا توبه توبه. خدا میگه باشه، بهش میگم توبه نیست، توبهشو نمیپذیره. توبه در لحظه مرگ قبول نیست، توبه شرایطی داره، سازوکاری داره، بعدا بهتون درس میدم. اینا میگه آقا توبهشون پذیرفته نیست و گرفتار چی میشن؟ عذاب دردناک. پس عذاب دردناک یه دونه مال این که عهد تو با خدا بشکنی، یه دونه مال اینه که کار زشت انجام بدی و تا لحظه مرگ توبه نمی کنی. تا لحظه مرگ توبه نمی کنی با اینکه بگه توبه در لحظه مرگ یکیه بچه ها، فرقی نداره. نمیدی که اینجوری ببین، پس این عذاب دردناک اینجا داریم، اینجا هم داریم، باید بلد باشیم. اما بیایم اینجا، من با این زیاد کار دارم، میخوام درس چهار دهم رو براتون بهتره کنم. خب درسه چهار ده خوب گوش کنین، هفته بعدم که مفصل راجعش میخوام حرف بزنم، خوبه خوب با من باش، بعدش میخوام با هم چند تا تست بزنیم. این میخوام راجع به چی حرف بزنم؟ یا علی بی اینجا اثبات معاد. ارفی
میخوام اثبات کنم یه معاد و آخرت و قیامتی هست. بچه ها بحث معاد شما تو کتاب دوم درس 3 شروع میشه تا درس 7. درس به درس هر هفته که درس میدیم تو نکته و تست، تستاشو این کرد درس دادم تستشو میزنیم، درس دادم تستشو میزنیم، کارگاه دوم پلاس که بریم تستای درس 3 تا 7 رو درهم کردن. واسه معاد درهمه که نفهمیم مال کدوم درس با ذهنیت تستشو بزنیم. فقط کسایی تستاشو بتونن بزنن که قشنگ درسو فهمیدن. حالا میریم جلوتر بهتون میگم. آقا ما هم زمان با کلاس شما کتاب درسی نیاز داریم؟ نه. کتاب تست چی بگیریم؟ نمیخواد. بابا 700 خورده تست فقط سر کلاس داریم با هم میذاریم. چه هزینه ای که دوباره بری کتاب بخری؟ کتاب تست نمیخوام، کتاب درسی هم نمیخوام. تمام کتاب درسی تو جزوه‌مون هست. کتاب تست داری، اصرار داری تست بزنی؟ کی بزنیم؟ بعد از کارگاهامون. دهم تموم شد، کارگاه دهم تموم شد، بعدش اجازه داری هر کتابی خواستی تست بزنی. 11 تموم شد، کارگاهش تموم شد، بعدش اجازه داری از هر کتابی خواستی تست بزنی. گرفتی چی شد؟ حالا بعدا سعی کردم راجع به اینا مفصل توضیح بدم. اثبات معارفی، من میخوام اثبات کنم یه معاد و آخرت و قیامتی هست. بچه‌ها معاد از دو راه اثبات میشه. چند راه؟ دو راه. ببین، یکی ضرورت، یکی امکان. خوب گوش کن، یکی ضرورت، یکی امکان. میخوام اثبات کنم یه معاد و آخرتی هست. مثلا ارفان، من میخوام اثبات کنم شما باید کنکور قبول شی بری دانشگاه. شما باید کنکور قبول شی بری دانشگاه. میخوام اثبات کنم باید کنکور قبول شی بری دانشگاه. آقا چه ضرورت هایی وجود داره که من برم دانشگاه؟ بگی چرا اصرار داری من باید کنکور قبول شم برم دانشگاه؟ ضروری آقا، ضروریه. ضرورت ها دانشگاه رفتن میدونی چی حرفی؟ ضروریه دیگه، باید بری دانشگاه دیگه. چرا؟ اولین چیز، راه پیچ خونه باز میشه. نخند، خاطر بازی میکنی و راه پیچوندن خونه. 3 صبح میری بیرون، کجا میریم؟ مادر جزوه پایین وایستاده. 5 صبح میری بیرون، من برم جزوه بگیرم، جزوه بازی به مرحله اعلا میرسه. جزوه بازی مثلا میگه مثلا کجا میری؟ برم پایین جزوه بازی. اسم جزوه چی و اینا؟ ضروریه بری دانشگاه. مثلا اینا، مثلا بری دانشگاه انتخاب واحد میکنی، یه کلاس 10 صبح تا 12، کلاس بعدی 5 بعد از ظهره. خب این 12 تا 5 چی میشه؟ نمیدونیم که. این جزء دانشگاهه، من دانشگاهم. اینا میشه ضرورت های دانشگاه رفتن. بگید دیگه چه ضرورت هایی داره؟ داره این شروع برا. آقا میری دانشگاه، علم یاد میگیری، تحصیل یاد میگیری، مدرک میگیری. ضروریه بری دانشگاه، پرستیژ اجتماعی پیدا میکنی. ضروریه بری دانشگاه، با مدرکت میتونی بری سر کار شغل پیدا کنی، پول دراری. ضروریه بری دانشگاه، شوهر اینا ضروریات دانشگاه رفتنه. انشالله که میفهمید چی میگم. خیلی نمیتونم توضیح بدم، فقط این ارفی کثافت اینجا داره خاطره بازی میکنه. نه، اینا میشه ضروریات دانشگاه رفتن. ولی سوال پیش میاد، فکری اصلا با این وضع درس خوندن امکانی همچین اتفاقی هست؟ امکانش هست که ما بریم دانشگاه؟ بچه ها معادم همینه. آقا معادم همینه، یه ضرورت هایی وجود داره که قیامت و معاد باشه. ضروریه که اصلا باشه. و اینکه میخوام ببینیم آیا اصلا امکانی همچین اتفاقی وجود داره یا نه. حالا من با این مثال گفتم بهتون بگم قشنگ بفهمید درسو. میگم مفهومی، یعنی مفهومش کامل یاد بگیر، بفهم راجع به چی دارم حرف میزنم، بعد تکنیک های تستیش با من. اوکی، حالا فکری چه ضرورت هایی وجود داره معادی باشه؟ ضرورت دانشگاه رو خوب فهمیدیم، این چیزا رو چون میدونم شما خوب میفهمید. ضرورت معاد چیه؟ آقا ضروریه که یه معادی باشه، یکی به خاطر حکمت الهی، یکی به خاطر عدل الهی. آقا خدا حکیمه. من اول کلاس راجع به هدفمندی حکمت مگه حرف نزدم؟ گفتم آدم حکیم کیه؟ کسی که هیچ کار الکی، دیمی، بیهوده، شپرتی انجام نمیده، واسه هر کارش هدف داره. خدا حکیمه. ما این همه نمیگیم خدا حکیمه، یعنی خدا هیچ کاری رو الکی انجام نمیده. بچه ها خدا هر نیازی در ما گذاشته پاسخش هم گذاشته. گذاشته که میگیم حکیمه، چون اگه نبود یعنی این یه نیازی در ما گذاشته پاسخ نداره. خب اینو الکی گذاشته، بیهوده گذاشته. من میگم خدا حکیمه، یعنی کار بیهوده انجام نمیده.
احساس گرسنگی در ما گذاشته، پاسخش که غذای گذاشته، مثل عرفی که الان جلو من نشسته داره غذا میخوره، بخونوش جون، احساس گرسنگی گذاشته پاسخش غذا، احساس تشنگی گذاشته پاسخش آبه، احساس بقا در ما گذاشته. آقا ما که نخواستیم، خدا در ما گذاشته، ما میل به بقا و جاودانگی داریم، ما دوست داریم همش زنده بمونیم، زندگی کنیم، پاسخش هم پس گذاشته. پاسخش چیه؟ زندگی اخروی، معاد، زندگی اون دنیا. پس چون خدا حکیمه، میگم ضروریه که معاد آخرتی باشه، چون اگه نباشه اصلا حکیم بودن خدا زیر سوال میره. آقا همه میگم خدا هر گرایشی در ما قرار داده، پاسخش هم قرار داده. مثلا گرایش بقا و جاودانگی. بچه ما همه انسان ها دوست داریم زنده بمونیم، هر کاری انجام میدیم برای بقا و زنده موندنه، تغذیه، خور و خوراک، کار کردن، پول در آوردن، جنگیدن، همه اینا برای زنده موندنه. میل به کمالات بی نهایت، به این میگیم بی نهایت طلبی. جفتشو بلد باش، بی نهایت طلبی یا میل به کمالات بی نهایت. همش به دنبال بهتریناییم، زیباتریناییم، به هیچ حدی محدود نمیشیم. طرف آخرین بنز دنیا زیر پاشه، یه بی ام و رد میشه، دوباره میگه ای بابا اینم بعد بگیرم، بمیگم بی نهایت طلبی. اوکی، چرا میخندی؟ بمیگم بی نهایت طلبی دیگه، الفی هم داره یاد میگیره. بمیگم بی نهایت طلبی. سوال چجوری میده حاجی؟ سوال چجوری میده؟ ببین سوال اینه، گرایش به بقا و جاودانگی کدوم یک از راه اثبات معاد؟ ضرورت یا امکان؟ اول میگی ضرورت. حکمت یا عدل؟ میگی حکمت. ضرورت اثبات معاد در پرتو حکمت. میگه بی‌نهایت طلبی کدوم یک از راه اثبات معاد؟ ضرورت یا امکان؟ میگی ضرورت. حکمت یا عدل؟ حکمت یا عدل؟ میگی حکمت. باش با کلاسا، اوج کار ما مونده، اینا بازیه داریم میکنیم. آقا حکمت الهی آیاش چیه؟ چه آیایی بزنم حکمت؟ ای اول کلاس گفتم دیگه، بیا بریم هر آیه‌ای که چی داره؟ ابسن، باطلن، حق، یه دونه دیگه هم اینجا بگو، لاعبین. این ترکیبیه، این مال درس یک دهمه. این اثبات معادی که دارم حرف میزنم مال درس چنده؟ چهاره. این مال چهار دهمه، لاعبین مال یک دهمه. ترکیبی بلد باش. پس هر آیه که ابسن باطنن حق لاعبین داره میشه ضرورت حکمت. بلده دیگه. بریم عدل. بچه خدا عادل دیگه، خدا عدل داره. در این دنیا همه به پاداش یا کیفر اعمالشون نمیرسن. این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسانها را ندارد. یعنی چی فکری؟ من نمیفهم. آقا طرف میره جبهه در راه خدا می جنگه، شهید میشه. آقا رفته در راه خدا جنگیده، شهید شده دیگه. ببخشید اگه یه معاد آخرتی نباشه، این پاداش کارش کجا باید بگیره؟ آقا این که مرد دیگه این دنیا. پس عدل خدا، عدل خدا میگه دنیای دیگه ای باید باشه که این پاداش بگیره. میگیرید چی میگم؟ یا برعکس، من میزنم الان عرفیو میکشم، نمیذارم زندگی کنه، نمیذارم استعداداش شکوفا شه. یا مثلا صدام این همه آدم شهید کرد، این همه جانباز کرد، شیمیایی کرد، خب این کجا باید پاداش کارشو بگیره؟ جزای کارشو بگیره؟ این که این دنیا یه دقیقه بره بالای دار اعدامش کنن تخت بمیره، این که نشد جزا. آقا این یه ثانیه که این یارو خفه میشه میمیره مساویه این همه زجره که این همه آدم کشتن تو جنگ، نمیشه که. برای همین عدل خدا میگه دنیای دیگه بد باشه، قشنگ سر فرصت پدر صاحبشو در بیاریم. منی که میذارم ارفیو میکشم، نمیذارم زندگی کنه، استعداد شکوفا شه، عدل خدا میگه دنیای دیگه بد باشه که این یه بار دیگه فرصت زندگی داشته باشه. به این میگن ضرورت. گرفتی چی شد؟ اما آیاتش بیا میگم بری صفا کنه دیگه. اینجا رو ببین، باز بگو فکری بده، حفظ نمی کنی. آیاتی که با این شروع می شوند، آیاتی که با که شروع میشن، آیاتی که با چی شروع میشن حاجی؟ که. مثل کم مفسدین فرعرض، کف و جا که، کم مفسدین کف و جا که، که. اونی که که داره میشه ضرورت عدل، ابسن باطلن حق لاعبین میشه ضرورت حکمت. ابسن باطلن حق لاعبین میشه ضرورت حکمت.
که داره میشه ضرورت حله. آقا یه سوال بپرسم الفی، میخوام چت بدی برو. یه سوال بپرسم، قشنگ گوشاتو باز کن، درست جواب بده، من شاد روان شم. خوب گوش کن، هر آیه‌ای که عبثاً باطلاً حق لاعبین که داره، اون آیه قطعاً چیه؟ عرفی چطو بده. هر آیه که عبثاً باطلاً حق لاعبین که داره، اون آیه قطعاً چیه؟ بگو من شاد روان شما. هر آیه که عبثاً باطلاً حق لاعبین که داره، اون آیه قطعاً چیه؟ بجوم. هر آیه که عبثاً باطلاً حق لاعبین که داره، اون آیه قطعاً چیه؟ آها آقا، اون آیه قطعاً ضرورت. من نمیدونم چرا خیلی هاتون میزنین حکمت، دارم که را هم میگم، کمال عدل مگه نبود؟ میشه ضرورت، قطعاً ضرورت. من کل این پکیج گفتم، گفتم عبثاً باطلاً حق لاعبین که، کل این چیه؟ میشه ضرورت. نیسته رو زدین حکمت، که رو دقت نکردی، کمال عدل بود، عدل خود شاخه چی بود؟ ضرورت. گرفتی شیشو؟ چطوره؟ اینجور من بقید آره، همه میگن که رو نشدیدیم. سه بار نصف شدم، گفتم که عبثاً باطلاً حق لاعبین که، شنیدی؟ دقت نکردی، زود میخواستی رد چی جواب بزنی. من درستت میکنم تو نکته و تست، یه تستایی میذارم گریه کنی تو خونه موقع تست زدن، یاد میگیری چشات باز شه، یاد میگیری صورت سوال تا ته بخونی، یاد میگیری چهار تا گزینه تا ته بخونی، فرق و با یا رو متوجه شی. دو تا گزینه عین هم، فقط فرقش تو یه حرفه، یه جا میگه و یه جا میگه یا. اینا رو من بهت یاد میدم. بیا پس عبثاً باطلاً حق لاعبین که میشه ضرور. اما امکان، آقا امکانی همچین چیزی هست؟ امکان وقوع موت هست یا نه؟ افی اون رو روشن کن تو جون جده. بچه هر وقت این سه تا چیز حرف زد میزنی امکان اثبات موت. هر وقت این سه تا چیز حرف زد، پیدایش نخستین انسان، خلقت نخستین انسان، زنده شدن مرده ها و مرگ و زندگی در طبیعت، اینا رو میزنی امکان موت. بچه ها یه نکته بگم یاد بگیرید، امکان معاد، اینو در گوشت بگم یاد بگی، امکان معاد همیشه معاد جسمانیه. ما یه معاد جسمانی داریم، یه معاد روحانی داریم. امکان معاد همیشه معاد جسمانیه. ممکنه تو گزینه دنبال امکان میگردی، امکانو نمیبینی، به جاش میگه معاد جسمانی. گرفتی چی شد؟ امکان همیشه معاد جسم. هر وقت این سه تا حرف زد میزنی امکان. پیدایش نخستین انسان. آقا این آیه داره، هر کدوم میبینی؟ هر کدوم آیه داره. من کلید واژه‌هاشو اینجا برات نوشتم، فارسیه، ترجمه شه، تو کتاب شما عربیش نیست، نظام قدیم عربی باید بلد میبودن، شما نمیخواد، ترجمه شه. من کلید واژه‌هاشو نوشتم، توضیح میدم یاد بگی. میگه ضرب لنا مثلا، برای ما مثالی زد در حالی که آفرینش نخستین خودش رو فراموش کرده بود. گفت کیست که این استخونهای پوسیده را دوباره زنده کند؟ گفت بگو همون کسی که نخستین بار اونها رو خلق کرده و خدا به هر خلقتی داناست. پس گید واژه مثلی، نخستین، دانا. بچه ها مثلی، نخستین، دانا دیدی؟ میگی ضرورت یا امکان؟ امکان. کدوم شاخه؟ خلقت نخستین انسان. به جای امکان میتونه بگه چی؟ معاد جسمانی. نه آبی کنم، معاد جسمانی. اوکیه. دو، زنده شدن مرده ها. آقا عزیر نبی یه پیامبری بوده، عزیر نبی داشته رد میشده با الاغش، داشته از یه روستای رد میشد، روستای ترکیده بود، خونه ها ریخته بود، خرابه، لابلای این خرابه ها استخونه های ملت رو دید زده بیرون، ترکیدن، پوکیدن. گفت واقعا کی که اینا رو دوباره میخواد زنده کنه؟ آقا خدا ناراحت نشد، دردم جان عزیر رو گرفت، جان عزیر رو گرفت، عزیر رو کشت. 100 سال بعد عزیر رو زنده کرد. گفت عزیر چه مدت تو این بیابان توقف کردی؟ گفت یه روز، یه نصف روز و اینا. گفت تو 100 سال اینجایی.
اولاغی که همراهت بوده نگاه کن چجوری متلاشی شده، پوسیده، ترکیده. اون غذایی که همراهت بوده رو نگاه کن، بعد 100 سال غذات فاسد نشده، سالمه. غذات بعد 100 سال سالمه، اولاغت ولی ترکیده. حالا ببین من چجوری اولاغو جلو زنده میکنم. عزیر به چشم خودش زنده شدن اولاغو دید. این یه داستانیه که تعریف شده. اشاره به چی داره؟ زنده شدن مرده ها از شاخه امکان ما. تیدواژه‌مون چیه؟ اولاغ، 100 سال، عزیر نبی. میگه عزیر وقتی دید زنده شد اولاغه، گفت بله خدا به هر خلقتی تواناست. بیا اینجا فکر، اینجا دانا داریم، اینجا توانا داریم. به جای توانا، به جای توانا میگه چی؟ قدیر بودن خدا، قادر بودن خدا، قدرت خدا. این داره قدرت خدا رو میگه. به جای دانا میگه چی عرفی؟ علیم بودن خدا، علم خدا، عالم بودن خدا. دانا، توانا، عالم، دانا، قدیر، قدرت، توان. یه تدبر هم داریم. خدا میگه ما قادریم حتی خطوط سر انگشتاتون هم مثل روز اول کنیم. بابا چی داری میگی؟ استخون چیه؟ خطوط سر. افتی میدونی چرا خدا خودت خطوط سر انگشت رو مثال میزنه؟ چون اثر انگشت هر کس منحصر به فرد خودشه. تا این حد میگه، میگه زندت میکنیم چیه؟ اثر انگشتت هم مثل روز اول میکنیم، هر کس اثر انگشت خودش رو داشته باشه. پس کلید واژه اثر انگشت هم داشته باش. اینم میشه مال زنده شدن مرده ها. حله. مسئله نخستین دانا میشه خلقت نخستین. عزیر و اولاغ و 100 سال و غذا و سر انگشت و نمیدونم توانا میشه زنده شدن مرده. و سومین مرگ و زندگی در طبیعت. خدا میگه اونا که اعتقاد ندارن یه معادی هست، من این مثال براشون میزنم. آقا میگه معاد نیست، خب من این مثال میزنم. شما چیزی زمستون دیدی همه جا خشک میشه، درخت ها میریزن، درخت ها خشک میشن. بعد زمستون چه فصلی میاد؟ بهار. نزدیکیم الان، بهار داره میاد دیگه. دیدی دوباره سرسبز میشه، همه جا شکوفه میزنن، درخت ها برگ و بار میدن. خدا میگه بهار رستاخیز معاد طبیعته. قیامت شما هم همین جوریه. مثال میزنه، میگه باد میفرسیم، ابر رو حرکت میدیم، میاریم بالا سر سرزمینی مرده، بارون میاد، زمین بعد از مرگش دوباره زنده میشه. مثال میزنه، باد، ابر، زمین. آقا این راجع به طبیعت دیگه، ان شاء الله فکر کردن که نداره. باد و ابر و زمین راجع به طبیعت میشه، مرگ و زندگی در طبیعت. تو چند تا؟ 3 تا، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. آقا این 11 تا کلمه اینا همشو میشن چی؟ امکان. یا همون معاد جسمانی. ابسن باطنن حق لاعبین که، اونه که نشیدن که، ابسن باطنن حق لاعبین که میشه ضرورت، کش میشه عدل، ابسن باطنن حق لاعبین میشه حکمت. این 11 تا همش میشه امکان یا همون معاد جسمانی. آقا این شد اثبات معاد درس 4 دهم. خلاصه درس حال میکنی؟ درس ما رو حال میکنی؟ حالا تو نکته و تسی مفصل تره، تو نکته و تس مفصل تره. این آیه ها رو میخونیم، توضیح میدم پیامش چیه، استفهام انکاری چیه، ترکیبیاش چیه. همین حکمت فقط این دوتا کلمه نیست، دوتا جمله دیگه باید بلد بشی. اینا رو اونجا مفصل بهتون میگم. حله. خیلی خب آقا بریم سراغ تستا. بس برم چند تا اینا داریم؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا، نه تا. نه تا تست داریم. میخوام 4 دقیقه بزنی. آقا 9 تا تست داریم، 4 دقیقه بزن، بعد دونه دونه میخوام با هم بررسی کنیم ببینیم چیکار میکنیم. من تایم میگیرم الان. 4 و 14 دقیقه است، 4 و 18 دقیقه من میام تست رو جواب میدم. بدو 4 دقیقه خودتون بزنید.
باجی برم یک دو سه داری صدا رو آقا بریم بیا اینجا تستر ببین آقا این اولی خارج 95 از آیه شریفه فلان آقا ولش کن باد آب یه زمین پیدا کن آه بیا زمین کدوم مفهوم دریافت میشود آقا اینو چت بده ببینم گزینه چند میزن اینو گزینه هر چی زدی بنویس هر چی زدی بنویس بجو آها بودو خیلی ها زدید یک خیلی ها زدین چهار بیا اینجا ببینیم چی چت و آره چیزی ها چون دیرمیان زیاد هم هستن بیا ببینیم یک امکان آفرینش مجدد جنس فرد پرستن برو در آخرت نگرش ها ضرور آقا این که میدونی این میشه امکان مرگو زندگی در طبیعت آقا این قبوله آره آره قبوله پس ضرورت ما نداریم حقیقت وجود انسان که جسم و روح است با مرگ نابود آقا حقیقت وجود انسان روحشه نه جسم درس میدیم بعدن جسم نه حقیقت وجود انسان روحش چهار همانطور که زمین در بهار زنده میشه انسان هم در برزخ حیات مجدد مییابه این آیه راجب قیامت آقا من اثبات معاد دارم میگم ما برزخ نداریم این راجبه قیامته گزینه یک درسته چیش غلطه آقای مگه امکان نی امکان مگه نگفتم میشه معاد جسمانی امکان آفرینش مجدد جسم یعنی معاد جسمانی بفرما امکان مجدد جسم بر پیوستن به روح در قیامت آخرت گزینه یک تست سختی بودا ولی اینجا یاد گرفتی چشتو باز کنی یاد گرفتی این قیامت برزخ نیست بیا اینجا صورت سوال سبک کنکور اینجوریه بچه‌ها صورت سوال راحت گزینه ها راحت نمیتونی بزنی دو تا گزینه شبیه همه بیا اینجا ببین سر من دارم توضیح میدم ها سری بعد بزنی رگباری نگاه کن ریاضی 94 از اول دفعه کدوم آیه اقتضای عد آقا عد رو میخواد عد رو میخواد عد چی داره که یه که پیدا کن این که عوسن داره میشه حکمت این که لاعبین داره میشه حکمت این که داره میشه عد گزینه ایسه برو بریم بعدی بگو همان خدایی که برای نخستین بار آفرید رو برقید دانا آقا نخستین دانا این مال چی بود؟ امکان مال کدوم بود؟ خلقت نخستین پیدایش نخستین انسان ضرورت یا امکان؟ امکان دیگه بیا آفرینش مجدد با زهره برزخ برزخ نداریم امکان مواد جسمانی امکان مواد جسمانی یا دو یا چار این مگه عوصن نداره ضرورت حکمت این گفت امکان غلطه جواب گزینه دو بعدی آقا این مگه که نداره این مگه باد و ابر و زمین نداره خب بیا دیگه این اولی که میشه ضرورت عدل بیا ضرورت این یکی چیه امکان درسته حالا عادلانه بودن نظام آفرینش مال کدومه عدل مگه این ضرورت عدل نبود این مگه ضرورت عدل نبود عادلانه جا خالی اولمون یا جا خالی دوم اول نخستین گزینه دو فهمیدی سوال بعدی هرگاه بخوایم حقانیت رستاخیز زمین معاد قیامتو مبتنی بر عدل و حکمت آ یه گزینه پیدا کن قسمت اول عدل باشه قسمت دوم حکمت عدل که گفتم که داره حکمت چی داره عبس باطلن حق لایبین پیدا کن ببین کدومه یه که اول پیدا کن این که این که یا دو یا چهار این وقت داره که داره این عدل میشه ما دنبال حکمتیم عبسن داره گزینه چهار آقا اینا که داری یعنی دنبه میزنی تست سراسری انا این هنر 92 الان نتن استخوناشو برات اول داره سر انگشت سر انگشت سر انگشت مال چی بود امکان امکان مواد جسمانی و روحانی جسمانی بفرما ضرورت نخیر امکان اصلا کاری به تست ندارم اصلا تست رو نخوندم تا تب قرآن پاسخ شبهه ممکنه مواد جسمانی است که امکان آفرینش مجدد برای پیوستن به روحه درس یاد بگیری ببین تستا رو همین جوری میزنی یا این ریاضیه آقا دقیقاً از کدوم آیه ضرورت عدل چی میخواد که رو پیدا کن این که عوسن داره این که لاعبین داره این که داره جواب گزینه چنده سه بعدی رو نگاه کن زبانش رو داشت عوسن داره که داره به ترتیب ضرورت عوسن میشه حکمت ک
کم میشه عد گزینه یک. بعدی دوباره انسانی هشتم، آقا عبسن داره که داره، ضرورت ضرورت، اولی عدل نخر حکمته، دومی که داره عدل گزینه چه حله. آقا همه فهمیدن اثبات من ارفی هم فهمید باری کرده. این شد اثبات معاد درس چهاره ده. بیا اینجا آقا یه تیکه اینو بهتون بگم، این مال درس نه دهمتون، این مال کتاب دهم درس نه. خوب گوش کن ارفی، اساس و پایه دینداری چیه؟ محبت خدا. آقا اساس و پایه دینداری چیه؟ محبت خدا. ارفی آقا آفرینش با چی آغاز شده؟ آفرینش با محبت خدا آغاز شده. میگه و رحمتی وسعت کل شی، رحمت هم هر چیزی را فرا گرفت. خدا با رحمت و محبتش هر چیزی را آفریده. پس اساس و پایه دینداری میشه محبت خدا. کیدواژه آیه چیه؟ کیدواژه آیه الناس اشدو اندادن، یعنی چی؟ مردم شدیدن اندادن. الناس اشدو اندادن یعنی چی؟ بی تو آیه بی کیدواژه آیهش اینا، الناس اشدو اندادن، این کیدواژهش. بی اینجا یعنی چی اینا؟ آقا بی آیه رو دارم میخونم دیگه. و من الناس، خوب گوش کن، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، از مردم کسایی هستن که میان خداهایی به جای خدا میگیرن، من دون الله غیر خدا. از مردم بعضیا هستن میان خدایی به جای غیر خدا میگیرن، و تازه یحبون هم که حب الله، و تازه اونی که جای خدا، بعضی مردم اصلا اینو خدا میگیرن، خدایی به جای خدا میگیرن، انقدر درجه اسکولیتشون بالایی که اینو اندازه خدا دوست دارن. یحبونه هم که اینی ماننده یحبونه هم که خب بلا، تازه مثل خدا دوستش دارن. اما بله یه سری آدم هم هستن که مؤمنن به خدا محبت شدیدتری میورزن. محبت شدید مال کیاست؟ مؤمنان. کیا محبت شدید میبرزن به خدا؟ نگی متقیان، نگی با تقوه ها، مؤمنان اونه که ایمان دارن. آقا سوال میده کیا یحبونه هم که بلا میکنن؟ اونایی که خداهای غیر خدا میگیرن. اینجوری بعد آیه بخونی ها، گیدواژه الناس اشد و اندادن، پیام آیه پیامش اینه، اساس و پایه دینداری محبت خدا. کیا یحبونه هم که بلا میکنن؟ اونایی که من دون الله اندادن میکنن. اندادن که گیدواژه شاید باشه، یاد باشه اندادن که بلا. کیا محبت شدیدتری میبرزن؟ مؤمنان، اونایی که ایمان دارن به خدا محبت بیشتری میبرزن. گرفتی؟ ببینیم تست بزنیم، بیا تست بزنیم. تجربه 96، یحبونه هم که بلا و اشده بلاله به ترتیب گفته توصیف کیاست؟ آقا یحبونه هم که بلا، به مانند خدا دوست دارن، اونایی که میان چکار میکنن؟ اندادن میکنن، خداهای غیر از خدا میگیرن. یا دو یا چهار، اشده بلاله کیا به خدا محبت شدید دارن؟ مؤمنان. کو آمنو گزینه چند؟ دو. این تست. پس آیه کامل یاد گرفتی، کیدواژه رو داشتیم، پیامم داشتیم، ریزش هم گفت. حالا اینجا دوباره یه تست، یه مدل دیگه، یه مدل دیگه از این داستان. ریاضی نرد بعد. قرآن خطهای گروهی از مردم در زمینه دوستی با خدا رو چگونه توصیف می‌کنه؟ ببینید میگم تو نکته تست چیزی رو درس میدم از زوایای مختلف نگاهش می‌کنیم، مثل همین تست دقیقاً. اون بالا گفت که بلا مال کیاست؟ اشده بلا مال کیاست؟ ساده. اینجا حالا اومده میگه خطای گروهی از مردم در زمینه دوستی با خدا چجوری توصیف شده؟ اشتباه داره میزنه، داره اشتباه میزنه، میاد خدایی به خیر از خدا میگیره. اینها اندادن. خطای گروهی از مردم در زمینه دوستی چجوری توصیف شده؟ میان خدایی غیر خدا میگیرن، تازه یحبونه هم که حب الله، مثل خدا هم دوستش دارن. گزینه چنده؟ دو. حله. خیلی خب من دقیقه اینجا رو نگاه کنم، اینه 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 حل. خیلی خب ببینیم اینجا، خب یه تیکه از درس 1-11 بگم، بسیار مهم بچه، این همون چیزهایی که بگم حال کنید برید دعا کنید منو. یه تیکه از درس 1-11 بگم، انواع هدایت بچه ها.
تو رو قرآن خوب گوش کن. همواه هدایت. آقا ما دو نوع هدایت داریم. عرفی ما چند نوع هدایت داریم؟ دو نوع. هدایت دو. هدایت دو نوع هدایت. هدایت یا عام و تکوینیه یا خاص و تشریعیه. خوب گوش کن. هدایت یا عام و تکوینیه یا خاص و تشریعیه. نگی تشریحی یا تشریعی. بگو تشریعی. هدایت یا عام و تکوینیه یا خاص و تشریعی. اینجا با من باش خوب گوش کن. آقا عام و تکوینی یعنی چی؟ میگم خداوند موجودات جهان رو خلق کرده، بهشون نیرو داده، استعداد داده که هدایت شن به سمت هدفشون. بهت میگن عام و تکوینی. خدا هر چیزی رو که خلق کرده، هر چیزی، نمیگم فقط انسان، هر چیزی، من، تو، در، دیوار، آسمون، زمین، کهکشون، حیوان، گیاه، درخت، درخت، درخت خلق کرده، یه استعداد، یه نیروی تو اون درخت گذاشته به هدفش برسه. حالا هدف اون درخت چیه؟ رشد و پرورششه، میوه دادنشه. پس عام و تکوینی واسه همه مخلوقاته، واسه انسان هم هست، واسه درخت هم هست. تشریح چیه؟ خداوند علاوه بر اینکه موجودات رو خلق کرده، نیرو داده، استعداد داده، خداوند برای انسان‌ها پیامبر فرستاده، قرآن فرستاده، بهش اختیار داده که هدایت شه به سمت هدفش. درست شد؟ آقا گوش کن ببین، مثلا این یکی از بچه های کلاس، مثلا یه اسم بگو عرفی ببینم، خودتو بگم اسکل، این دختره، یه اسم تو مواد اینجوریه، حیف که کلاس آنلاینه. یه اسم دختر عرفی بگو بابا، یه اسم بگو. مهسا. آقا مهسا عرفی تو زندگیش عاشق شخصیه به اسم کمال. عاشق که؟ کمال. مهسا و کمال، کمال و مهسا. آقا عاشق کماله. ببین گفتم جفت اینا برای انسانه. تو رو قرآن خوب گوش کن، جفت اینا برای انسانه. تکبیری گفتم برای انسان هست، برای درخت هم هست، خواهد چی هم که آقا جفتش مال انسانه، اما خاص انسان، ویژه انسان که باش به کمال حقیقی قرب الهی برسه کدومه؟ تشریعی. من اینجا می نویسم خاص و ویژه انسان. آقا سوال میگه کدومه که از انواع هدایت ویژه انسانه؟ تکوینی یا تشریعی؟ تشریعی. کدومه که از انواع هدایت که انسان باش به کمال میرسه؟ تشریعی. تو کنکور اینجوری سوال میدن؟ نه. کنکور کثافت میاد، یه آیه عربی صورت سوال برات میذاره، یه آیه عربی میذاره، ترجمهش هم نداری، میگه این آیه رو بخون بگو تکوینی یا تشریعی. یه آیه میذاره میگه بخون تکوینی یا تشریعی. خیلی از معلم‌ها همکارای من میگن بیا آیه رو ترجمه کن، اگه مربوط به انسان شد بزن تشریعی، اگر نه بزن تکوینی. آقا شما تست رو اینجوری نمیتونی بزن، خیلی هم مواقع نمیتونی ترجمه کنی، خیلی هم مواقع ترجمه میکنی، ترجمه میکنی عرفی، مربوط به انسان میشه اما تشریعی نیست. مربوط به انسان میشه اما تشریعی نیست. برای بار سوم عرض میکنم، مربوط به انسان میشه اما تشریعی نیست. آبا چجوری تستشو بزنیم؟ این کاری که میگم انجام بده، زیر 5 ثانیه تست تکوینی تشریعی تو میزنی. خوب گوش کن چی میگم. از الان به بعد هرچی آیه بهت دادن، از الان به بعد هرچی آیه بهت دادن، همه آیه ها رو بزن تکوینی. آقا همه آیه ها رو میزنی تکوینی، مگر اینکه تو آیه پیامبر یا قرآن ببینی. همه رو میزنی تکوینی مگر اینکه پیامبر یا قرآن ببینی. پیامبر فقط منظور از محمد نه، ابراهیم، نوح، موسی، عیسی هم قبول. همه رو میزنی تکوینی مگر اینکه پیامبر و قرآن. پیامبر قرآن دیدی میگی تشریع. حله؟
من میخوام آیه بخونم بگی تکوینی یا تشریعی. من آیه میخونم بگی تکوینی یا تشریعی. تکوینی رو میگیریم یک، تشریعی رو میگیریم دو. چت رو باز میکنم، هر آیه که گفتم تو باید بنویسی یک یا دو. اگه میگی تکوینیه بگو یک، اگه میگی تشریعیه بگو دو، بنویس دو. حل میگم خدا نه، پیامبر قرآن شنیدی، تشریع غیر از اون تکوین. رفی برو، پیامبر قرآن تشریعی غیر از اون تکوینی. حل من میخونم بزن یک یا دو، یک تکوینی دو تشریعی. سب به اسم رب که علا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. بجو سب به اسم رب که علا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. بجو بجو بجو. آه بودو 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 بودو. آه اچیا موندنن بودو بودو. والله اخرج کن من بطون و امهات کن ولا تعلمون شیئا. ها بودو باریکلا باریکلا. والله جعل لكم سمع و بصر و افئده لعلكم تشکرون. والله جعل لكم سمع و بصر و افئده لعلكم تشکرون. باریکلا. لا تخف ما ليس لك به علم ان السمع و بصر و فؤاد كل اولئك كانن هم مسئولن. بجوم بجوم. لا تخف ما ليس لك به علم ان السمع و بصر و فؤاد كل اولئك كانن هم مسئولن. باریکلا. رسولا مبشرین و منذرین لعل یکون الناس علی الله حجتن. رسولا مبشرین و منذرین لعل یکون الناس علی الله حجتن. بودو 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 بودو. ها باریکلا باریکلا. حل فهمیدی چی شد؟ همه رو میزنی تکوینی، پیامبر قرآن میشه تشریعی. بیا چند تا تمرین حل کنیم. چطور به من بیا اینجا آیه گوشم تمرین. آقای اولی رسول هم مبشر، مگه رسول هم نداره؟ پیامبران مگه نداره؟ میشه تشریعی. خداوند از این همان را برای تو بیان کرد که نوح را با آن سفارش کرده بود، آنچه ما به تو و تو یعنی از محمد، آنچه به ابراهیم، موسی، عیسی. آقا خب همه اینا میشن چی؟ تشریعی. بعدی بله آخرات کنم بتون آمات کنم لا تعلمون شاین و جلکم سم و ابصار و افاده علیکم. آین چیه؟ تکوینی. پنبه قرآن میبینی؟ نه. بعدی انا انزلنا علیک الکتاب للناس، کتاب یعنی قرآن. این چیه؟ تشریعی. بعدی لا تخف ما ليس لك به علم انا سمع بصر فؤاد كل اولئك كانوا عنه مسئولين. آقا این پیامبر قرآن میبینی؟ نه. تکوینی. الله لا اله الا هو وليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا. پیامبر قرآن میبینی؟ خدا نه. پیامبر قرآن میبینی؟ نه. میشه چی؟ تکوین. حل اینم شد تکوینی تشریعی. انواع هدایت مال درس 1/11 همتون. اوکیه؟ خیلی خب. اینم بگم، اینو بگم، مال درس 3/11 همه بچه ها راجب تحدی. خوب گوش کن. ام یقولون افتراه و قل فأتوا بصورت مثله. خوب گوش کن. افتراه و افترا، افترا زدن یعنی انگ زدن، تهمت زدن، دروغ گفتن. میگوین کافرا میگن پیامبر قرآن رو به خداوند افترا بسته، دروغ میگه طرف خداه. میگه کافرها میان میگن محمد دروغ میگی قرآن طرف خداست. خدا میگه باش محمد بهشو بگو اگر میتونن یک سوره مثل اون بیارن. اینکه یک سوره مثل اون بیاری بهش میگن تحدی. تحدی یعنی مبارزه، طلبی. کید واژه‌مون شده چی؟ افترا. میگه اگه میتونی برو یک سوره مثل اون بیار. میگن تحدی. اوکی. بیا بعدی رو نگاه کن. اینجا قل لعن الشمس. آقا کلید واژه جن، انس، زهیرا. بگو جن، انس، زهیرا. بگو با هم باش. جن، انس، زهیرا. بگو جن، انس، زهیرا. بگو بگو جن، انس، زهیرا. بگو با هم تکرار کنم زیاد بگیری. جن، انس، زهیرا. بگو جن، انس، زهیرا. ببین چی میگه. میگه اگر همه جن و انس جمع بشن که بتونن مثل قرآن بیارن، لا یعتون به مثله. بچه تو رو قرآن خوب گوش کنید. اگر همه جن و انس جمع بشن بخوان مثل قرآن بیارن، لا یعتون به مثله، عمرن نمیتونن این کار انجام.
نمیتونن مثل اون بیارن. قبلا نتونستن. خوب گوش کن آخرش دیگه، من میدونم اذیتت کردم، آخرش میگه اگه همه جنونس جمشن نمیتونن مثل قرآن بیارن. قبلا نتونستن، الان نمیتونن، بعدها هم نخواهن توانست، بعدن هم نمیتونن بیارن. اینکه بعدن هم نمیتونن بیارن، به این میگن جاودانگی اعجاز قرآن. اعجاز یعنی معجزه بودن، جاودانگی اعجاز قرآن. یکی از جنبه‌ای که قرآن معجزه است، جاودانه است، همیشگیه، هیچکی نمیتونه مثل اون بیاره. قرآن فقط مختص زمان خودش 1400 سال پیش نیست، واسه بعدها هم هست. به این میگن جاودانگی اعجاز قرآن. لا یعتون به مثله، اینو باید عربی فارسی حفظ کنی، لا یعتون به مثله، به مانند مثلش، لا یعتون به مثله، نمیتونی مثل اون بیاری، هرچند که پشتیبان هم باشن. کیا؟ جن و انس. آقا همه جن و انس جمع شن بتونن مثل قرآن بیارن، این هم اشاره به تعدی داره. میگه آقا میتونیم بریم بیاریم. ببین میگن مبارزه طلبی، تعدی یعنی مبارزه طلبی. دو تا آیه خوندیم، ببین دو تا آیه خوندیم، یکی افتراهو، یکی جن ان زهیرا. حالا منو ببین، اوج داستان اینه، نکته کار اینه. یه دونه آیه خوندیم افتراهو، با من باش، یه دونه خوندیم جن و انسو زهیرا. بچه های من تو رو قرآن خوب پوش کنیم بعد بگید فکری بد. آیهی که افتراهو داره میگه سوره همانند سوره های قرآن بیارید، جن و انس و زهیرا، میگه کتابی همانند قرآن بیارید. اینجا سوره است، اینجا کتابه. افتراها میشه سوره، جن و انس و زهیرا میشه کتاب. جفتش تعدیه ولی اینجوری با هم فرق میکنن و حواست باشه ها. آقای خیلی مهمه، آقای اونایی که در میان خودم میخونم عمرن نمیفهمه اینو. این افتراها نگاه کن، افتراها مگه نی اینجا چی گفت؟ گفت یک سوره مثل قرآن، یک سوره مثل سوره قرآن. اینجا مگه جن و انس و این نی؟ بیا میگه به مثل هازل قرآن، تا همانند قرآن بیارید. جن انس زهیرا میشه کتاب، افتراها میشه سوره. حله؟ اینجا رو نگاه کن، سوال 14 تجربیه 99، کدام پیشنهاد از سوی مبدأ یعنی قرآن خدا آسان ترین راه برای غیر علیشون داره؟ اسلام و قرآنه. بچه ها اینو باید بدونید، من نقطه شو بهت میگم، آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسلام و قرآن چیه؟ آوردن سوره همانند سوره های قرآن. سوره تو اول تو کنکور باید میدونستی آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسلام و قرآن آوردن این سوره است. حالا سوره آیه چی داره؟ ببین سوره، این سوره آیه سوره چی بود؟ افتراهو، نزنی جن و انس و زهیره ها. این چی بود؟ این کتاب بود، این قرآن بود. جواب میشه گزینه چند؟ سه. این تجربه 99 بود، دو سال پیش. بعدی انسانی 94، کدوم آیه شریفه بنگر کاریست که مدعی غیر خدایی بودن قرآن بعد در اثباتش انجام بده؟ افتراها، مدعی غیر خدای بودن قرآن برای اثباتش باید چیکار کنه؟ یک سوره همانند سوره قرآن بیاره. کدومه؟ اونی که میگه افتراهو داره، داره افترا میبنده به خدا، قرآن از طرف خدا نیست، از طرف خودشه، به دروغ داره میگه مال خداست، افتراهو. این میشه چی؟ این میشه سوره. سوره کدومه؟ به همین راحتی. سخته یاد گرفتی هر اینا رو میزنی مثل دنبا. اگر کسی ادعا کنه اعجاز قرآن یعنی معجزه بودن قرآن، مختص زمان نزول ابلاغ اونه، پیام کدوم آیه اونو مردود میکنه؟ یعنی که صورت سوال یاد بگی. میگه اگه یکی بیاد بگه قرآن فقط مخصوص همون 1400 سال پیشه، کدوم آیه اینو داره ردش میکنه؟ میگه نه اینجوری نیست، یعنی قرآن همیشگیه، یعنی قرآن جاودانه است. این اشاره به جاودانگی قرآن داره. جاودانگی قرآن گفتم چی داره؟ لا یعتون به مثله،
نمیتونم مثل قرآن بیارم. میگن جاودانگی اجازه قرآن. گفتم عربی فارسی رو باید بلد باشی. جوابش گزینه چند؟ یک. سوال بعدی رو نگاه کن. سوال بعدی رو ببین. ریاضی اشتباه. با توجه به آیه فلان بیا جن اس ظهیرا کدوم مطلق، یعنی کدوم امر، کدوم اتفاق برای همیشه از شکاکان نبوت سلب شده؟ آقا طبق این آیه چه کاری رو نمیتونن انجام بدن؟ چه کاری از شکاکان گرفته شده؟ این جن و انس و ظهیراه. آوردن سوره همانند سوره قرآن یا آوردن قدرت و تبر آوردن مثل قرآن؟ مگه جن انس و ظهیرانی؟ مگه کتاب نی؟ جواب گزینه چنده؟ چهار. این سوره چی داشت آیش؟ افتراهو. اینجا ما چی داریم؟ جن و انس و ظهیرا. ببین دو تا آیه کوچیک بود، دو تا آیه کوچیک بود، جفتش تحدی بود، تفاوتشو دیدی؟ تفاوتشو اینجا بهت گفتم. افترا سوره است، جن و ظهیرا کتابه. تستاشم اینجا با هم زدیم. حله چند مدل تست زدیم. ما دیگه وقتمون داره تموم میشه، این دیگه تیکای آخر بماند، مفصلش و کاملترش رو توی نکته و تست با هم درس میدیم، تموم شه و هر چی که امروز گفتم و کاملتر مفصلتر توی جزوه نکته و تست میگیم. فقط یه نکته من اینجا اینو بگم، وقتتون رو زیاد نگیرم. جزوه رو که توضیح دادم کجا میگیرید؟ digitalalavi.com. ترجیحاً گفتم رنگی. فقط یه خواهشی دارم، اینستاگرام منو حتما باشید. اطلاع رسانی ها جواب خیلی از سوالاتتون توی پیجم داده شده. روز به فکری شما برید تو پیج من قسمت هایلایت، مثلا هایلایت نکته و تست رو ببین، نمیدونم هایلایت جزوه رو ببین، هایلایت تطبیقه ها رو ببین، پارسا تو 1400 چیا اینن اومده، جایزه مثلا صد یونس رو ببین. یونس پارسا شاگر ما بود، اومد معارف 1400، هم رشته تجربی هم منحصر زبان صد زد. برو تو پیج من یه وقتی به زاینا رو نگاه کن، سوالاتو جواب میگیری، یه ریزه انرژی میگیری، انگیزه میگیری. تطبیقا رو حتما ببین، ببین پارسال چند تا تستامون تو کنکور اومده، امسال چند تا میاد فکری نمیدونم، شاید یه دونه بیاد، شاید 25 تاش بیاد، من نمیدونم، من عدد نمیگم، ولی میگم که امروز جلسه صفر قول میدم به همتون، صد خودم رو میذارم، هر آنچه بلدم بهتون میگم، توقع دارم شما صد خودتون رو بذارید. حله من میخوام که تمامه، دارم خدافظی میکنم، از زمین و آسمون دارم میگن تمومش کنیم. من میخوام که به خدمت شما عرض کنم که آره یه فیلمم به یادگار بگیرم از جلسه صفر نکته و تست 1401 از صفحه چتمون داشته باشیم. آقا هفته بعد که اسفندیار میبینم تو یک شنبه ساعت 3 پرقدرت جزوه رو سفارش بدین، 3 تا 8 روز کاری طول میکشه، برسه دستتون با پست میاد، ارسالش هم رایگانه با پست، برسه دستتون که هفته بعد جزوه جلوتون باز باشه. میخوایم درس شروع کنیم. اردیبهشتیام که هفته سوم یا چهارم فروردین شروع میکنیم پرقدرت مشتی رنده میکنیم 3 تا کتاب و توقع 100 دارم. گفتم دیگه هر کیم 100 بزنه، مثل پارسال که به یونس جایزه دادم، امسال هم جایزه میدم، هر کی 100 بزنه دینیشو چقدر جایزه میدم؟ یه چک 30 تومانی 30 میلیون جایزه میدیم ناقابل، فقط واسه اینکه یه قسمتی از هزینه‌ای که واسه کنکورتون کردین در بیاد. یه چت میخوام باز کنم، علائم حیاتیتون رو بنویسید، کلاس چطور بود، من یه فیلم بگیرم که به یادگار داشته باشیم. ارفی یه چت بده من ببینم اینجا چه خبره. خب آقا کلاس امروز چجوری بود؟ جلسه صفرمون 8 اسفند 1400 برای ثبت به یادگار برای خودم، جلسه صفر نکته و تست 1401. آقا کلاس چی جوری بود؟ 200 سر کلاس بودید نانستاب بدون آنتراک. دمتون گم، دمتون گم، خاکم آقا، خاکم، مرسی از شما، انقدر باحال، مشتی، با معرفت، پر انرژی، خدایی دمتون گم، دمتون گرم، اینقدر خوب مشارکت میکنیم. بچه های اچ‌دی میدونم دیر میاد چتاتون، ولی من نگاه میکنم تا آخر. دمتون گرم، دمتون گرم،
چه کلاسی بشه امسال حرفی. نکته و تست داریم به قرآن. ایران میتره که ایران صدا میکنه بابا دمتون گرم. خیلی چون سری میره من نمیتونم تک تک جواب بدم. من تشکر میکنم از همه تون، دمتون گرم. ایشالله پرقدرت نکته و تست میبینم اتون. ببخشید سرتون رو درد آوریم امروز. ایشالله که مفید بوده باشه براتون. ما با خودتون باشید. هفته بعد میبینم اتون. فعلا خدافظ.